بسم الله الرحمن الرحیم. همکارا لطف کردین، خوش آمدین. دوستایی که پوشش خبری میتن، دوستای مدیران رسانه، گردانده های رسانه، همه گی خوش آمدین. نشست خبری امروز در پیوند با می تهدیدات تازه است که رسانه های ما با او مواجه هستند و اعلامیه که در رابطه با تلویزیون های یک و طلوع پخش شده و اعلام همبستگی خبرنگاران و رسانه های افغانستان با امید رسانه و در مجموع موضع‌گیری از آدرس رسانه های افغانستان. من از جناب آقای بومیا خواهش میکنم که متن اعلامیه را خدمتتان قرائت کنند، بعد متن دریش من خدمتتان خواهد خواند. سلام. در سلام پاوراند کول سر د افغانستان د رسنیز شاپریال همدار از لرسنی او خبریالان د ملاتړ د ادارو مشترک اعلامیه تست وړاندې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. پر رسنیو هر ډول برید جنگی جنایت بلل کیږي. طالبانو په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې یک او طلوع تلویزیونونو ته د پوځي موخو او دښمن خطاب کړی او د دې دواړو رسنیو دفترونه او ټول همکاران یې پر مرګ او برید ګواښلي دي. رسنیز فعالین او په افغانستان کې له خبریالانو او رسنیو ملاتړې او صنفي بنسټونه دا ګواښ په دوو رسنیو پورې محدود نه بولي، بلکې دا د افغانستان د ټولو رسنیو کور او د بیان آزادۍ ته چې د تیرې یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې دي مشترک ګواښ بولي. موږ باور لرو چې د افغانستان خلک دا انتظار لري چې د افغانستان رسنۍ تاوتریخوالي او ګواښ ته سر نه ټیټوي او د خبر رسولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ژمنتیا او له منل شوو معیارونو سره سم وړاندې بیایي او دا مسؤلیت به ادا کوي. رسنۍ د ښکېلو جنګي اړخونو اړوندې نه دي، بلکې بنسټونه دي په داسې حال کې چې د رسنیو لکړنو او اعتراض لپاره هر ډول متعارفې یا دودیزې لارې موجودې دي، د هغو لارو نه باید مراجعه وشي. خو هر ډول برید ورباندې جنګي جنایت شمیرل کیږي. موږ اعلانوو چې که چیرې طالبان د دغه ګواښ د عملي کولو لپاره عملي اقدام وکړي یا د دوی او بلې هرې ډلې لخوا داسې ګواښونه دوام وکړي، په لومړي قدم کې به رسنۍ د هغو خبرونه تحریم کړي او وروسته به نور تصمیمونه ونیول شي. د افغانستان رسنیز ټولنه د دیموکراتیکو ارزښتونو او مسلکي معیارونو په اړه پر خپله ژمنتیا ټینګار کوي او ځان د خبرونو او معلوماتو په خپراوي کې د مسلکي معیارونو رعایت ته چې د بې پرېتوب او تعادل اصل پکې رعایت شوي ژمن بولي. موږ له افغان دولت او اړوندو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان له رسنیو او رسنیزو کارکوونکو پراخه ملاتړ وکړي او د هغوی امنیت، خوندیتوب او ساتنې ته لومړیتوب ورکړي. ومن الله توفیق. بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه حمله بر رسانه ها جنایت جنگی شمرده می شود. طالبان به تازگی در اعلامیه تلویزیون های یک و طلوع را اهداف نظامی و دشمن خطاب کرده و دفاتر و همه کارمندان این دو رسانه را تهدید به حمله و مرگ کردند. رسانه ها، فعالان رسانه ای و نهادهای عامی و صنفی خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان این هشدار را محدود به دو رسانه ندانسته، بلکه تهدید به خانواده رسانه های افغانستان و آزادی بیان که بزرگترین دستاورد یکونین دهه اخیر است می دانند. ما باور داریم که مردم افغانستان انتظار دارند تا رسانه های افغانستان در برابر خشونت و تهدید سر فرود نیاورده و مسئولیت های خیش را در اطلاع رسانی
همچنان با تعهد و بر اساس معیارهای پذیرفته شده ادا نمایند. رسانه ها مربوط به اطراف جنگی نبوده و نهادهای ملکی هستند. در صورتی که طالبان یا گروه های دیگر هر گونه اعتراضی از عملکرد رسانه ها دارند، طریقه های متعارف برای ابراز این اعتراضات وجود دارد. اما هر گونه حمله بر رسانه ها و خبرنگاران جنایت جنگی شمرده می شود. ما اعلام می داریم که در صورت ادامه این تهدیدها و آسیب رسیدن به رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان و هر گروه دیگری، ناگزیر در گام نخست به تحریم اخبار آنان پرداخته و در قدم های بعدی تصامیم دیگری اتخاذ خواهیم کرد. جامعه رسانه‌ای افغانستان تعهد خیش را بر ارزش‌های دموکراتیک و معیارهای حرفه‌ای تأکید کرده و خود را مکلف به رعایت معیارهای مسلکی از جمله حفظ بی‌طرفی و تعادل در پخش و نشر اطلاعات می‌داند. ما از دولت افغانستان و نهادهای ملی و بین‌المللی مرتبط تقاضا داریم تا به حمایت گسترده از رسانه‌های افغانستان و کارمندان آنها پرداخته و حفظ و امنیت و مسئولیت آنان را در اولویت خیش قرار دهند. کابل 21 میزان 1394 و من الله توفیق. بسم الله الرحمن الرحیم. دی افغانستان دی رسنیز چاپریال او لغنه دی ملاتر دی نهادونو گرده اعلامیا پر رسنیو هر دول برید جنگی جنایت شمیرل کیگی. طالبانو په یو تازه خبره کړي اعلامیه کې یک او تلو تلویزیونونو ته د پوځي موخو او دښمن خطاب کړی او د دې دواړو رسنیو دفترونه او ټول همکاران یې پر مرګ او برید ګواښلي دي. رسنیز فعالین او په افغانستان کې له خبریالانو او رسنیو ملاتړې او صنفي بنسټونه دا ګواښ په دوو رسنیو پورې محدود نه بولي، بلکې دا د افغانستان د ټولو رسنیو کور او د بیان آزادۍ ته چې د تېرې یوه نیمې لسیزې ستره لاسته راوړنه ده ګواښ بولي. موږ باور لرو چې د افغانستان خلک دا انتظار لري چې د افغانستان رسنۍ تاوتریخوالي او ګواښ ته سر نه ټیټوي او د خبر رسولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ژمنتیا او له منل شویو معیارونو سره سم ادا کوي. رسنۍ د ښکېلو جنګي اړخونو اړوندې نه دي، ملکی بنسټونه دي. په داسې حال کې چې د رسنیو له کړنو او د اعتراض لپاره هر ډول متعارفې یا دودیزې لارې شته، خو هر ډول برید ورباندې جنګي جنایت شمیرل کیږي.